استاد پروفسور دکتر عبدالمجید عرفایی، ملقب به حخا، نخستین متخصص ایرانی زبانهای میخی آکدی و ایلامی، از مهمترین کتیبه خوانان ایرانی و از انگشت شمار ایرام شناسان و از آخرین بازماندگان مترجمین خط میخی ایلامی در جهانه که بسیاری از لوح‌های گلی تخت جمشید با تلاشش ترجمه شده. او نخستین مترجم استوانه کوروش بزرگ مستقیما از روی خود منشور از زبان اصلی بابلی نو به فارسی. عبدالمجید عرفایی زاده 9 شهریور 1318 در بندرعباس که بعد از مهاجرت همراه خانواده به تهران بر حسب علاقه بسیار به تاریخ و زبان‌های باستانی با راهنمایی‌های استاد خانلری و استاد بوردابود برای یادگیری زبان آکدی و ایرانی بعد از گرفتن لیسانس ادبیات دانشگاه تهران راهی دانشگاه شیکاگو میشه. به عنوان نخستین ایرانی محصل در این رشته 8 سال زیر نظر بزرگترین استاد این زبان دکتر هلک آموزش می‌گیرد. اینجا بود که بعد از 2 بار پارگی شبکیه هر دو چشمش در دوران تحصیل گل نوشته های ایلامی و کتیبه های تخت جمشید نور چشم استاد میشد. او بعد از گرفتن دکترای جغرافیای پارس در سال 53 به ایران برمیگرده. ساخت گنجینه بی‌نظیری از مجلات، مقالات و کتب گوناگون تاریخ باستان، ساخت تالار کتیبه ها در موزه ملی ایران، خواندن کتیبه های خزانه تخت جمشید، ترجمه متن های حقوقی میانه‌دان، دریافت عنوان کتاب برتر سال 1387 برای گل نوشته های باروی تخت جمشید و دریافت جایزه سرو ایرانی سال 1394 تنها بخشی از افتخارات این دانشمند پاکباز. مازاد اعلام شدنش از سال 57، عدم تدریس این رشته در دانشگاه ایران برای خواندن کتیبه ها و عدم توجه به حضور چنین متخصصی که در دنیای یکتاست به گفته خود استاد خسارت های فرهنگی و آموزشی و هویتی جبران ناپذیر به ایران وارد کرد. عبدالمجید عرفایی این روزها در حال ترجمه 2 کتیبه از ایستونه.